درود میفرستم به همه شما هم میهنان گرامی، هم یاران مبارزان در راه آزادی. امیدوارم که زمانه و اوقات خوشی رو گذرونده باشید. یک گپ گفتگوی دوستانه هستش که از این فرصت استفاده میکنیم با هم دیگه یه سری مسائل رو در میون میذاریم. در واقع من از راه رسیدم و گفتم که مدتی هستش که روی خط نبودم با شما هممیهنان و خواستم که یک در واقع گپ و گفتگوی دوستانه با هم داشته باشیم. سپاسگزار میشم عزیزانی که به ما پیوستن این برنامه رو به اشتراک بگذارن تا بتونیم برنامه رو با هم دیگه آغاز بکنیم. واقعیت اینه که درباره نوروز، درباره یه سری مسائل آیین هامون، درباره جشن ها با هم دیگه یک صحبت کوتاه و مختصر و مفید خواهیم داشت و امیدوار هستم که از این لحظات شادی که پیش رو هست بتونیم بهترین استفاده رو از همدیگه، از گفته های همدیگه ببریم. سپاسگزار میشم که برنامه رو به اشتراک بگذارید روی پروفایلاتون، در گروه هایی هم که هستید، تا بتونیم با همدیگه آغاز کنیم این برنامه نوروزی رو با کمی در واقع دیر کرد. آغاز میکنیم با هم. درود میفرستم به همه شما هممیهنان در سرتاسر این عرصه پهناور. امیدوارم که روزگار شادی رو، هنگامه زیبایی رو پشت سر گذاشته باشید در این نوروز جمشیدی، در این سال نو. نوروز روز نو، زندگی از نو، شاد زیستی، مهر و مهرورزی، پاکی و بخشش، یادگار جمشید شاه، شاه ایران زمین که در ژرفای فرهنگ ایران زمین در درازای هزاره ها ملت بزرگ ایران را به پیش برده و چراغ راهی است برای آینده. نوروز، من یک سری مسائل رو درباره نوروز دارم میخواست عنوان بکنم و همچنین دوشنبه 13 بدر هستش، کمی هم درباره زیستبوم و 13 بدر ما هم صحبت میکنیم. یک تاریخچه مختصر و مفیدی رو براتون میگم از نوروز و 13 بدر و یک گپ و گفتگوی دوستانه است امروز. واقعیت هیچ آمدگی خاصی نبودش، کامپیوتر رو گذاشتم جلوم و در واقع یه سری مسائل رو براتون عنوان میکنم، امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره. درود به همه عزیزانی که همکنون به ما پیوستن. نوروز 2577 رو به همه شما شاد باش میگم. امیدوارم که هنگامه زیبایی رو پشت سر گذرونده باشید تا به امروز و امیدوارم که هر روزتون نوروز باشه و نوروزتون پیروز باشه. نوروز جشنی است باستانی که در فلات ایران در سر تا سر فرهنگ ایران شهری، اون موضعی که ما به عنوان جغرافیای ایران شهری میشناسیم، همه ساله در نخستین روز بهار یا فروردین ماه برگزار میشه. گذشته نوروز به جمشید شاه میرسه. جمشید یکی از پادشاهان اسطوره‌ای ایران زمین است که در اوستا از اون به نام ییم و در متون پهلوی نام برده شده. در شاهنامه جمشید فرزند تهمورث
و شایی فرحمند است که سرانجام به خاطر خودمینی فر پادشاهی یا اون فر کیانی ازش گرفته میشه. در واقع جمشید موقعی که به پادشاهی میرسه در شاهنامه گفته شده که دوران بسیار شادی رو برای مردمان آریایی در سرزمین ایران زمین برگزار میکنه. صدا کمه، نمیدونم باید چیکارش بکنم مهربانو. اگر امکان داره شما صدای موبایلتون رو بالا ببرید، برای اینکه من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. من این صداها رو همه رو بالا میبرم، امیدوارم که صدا مناسب باشه. یه مقدارم خودم رو نزدیکتر میکنم به تلفن. جمشید فرزند تهمورث هستش و در واقع گفتم یک پادشاهی رو پایگذاری میکنه که در واقع در دوران پادشاهی اون زمین و مردمان به نیکی زندگی رو در واقع پشت سر میگذاشتن و یکی از بر مبنای گفته های شاهنامه یکی از دوران در واقع درخشش زندگی آریاییان بوده. در واقع جمشید پس از یخبندانی بسیار طولانی مردمان رو از این سرزمین در واقع سر بیرون میاره و اونها رو به سمت ایرانویچ یا اون چیزی که ما به عنوان ایران امروزی میشناسیم، ایرانویچ کلمه هستش که در اوستا نام برده شده، ازش یاد شده، همون ایران هستش، سرزمین ایران، اونها رو به این سمت میاره و در واقع اونها رو از سرمای زمستانی نجات میده. در اوستا گفته شده که من براتون میخونم، اهورامزدا با به جمشید هشدار میدهد که مردمانش گرفتار سم زمستان و یخبندان هراس‌انگیز خواهند شد که در پی آن همه زیبندگان از مردمان و جانوران و گیاهان نابود خواهند گشت. به راهنمایی اهورامزدا و برای چاره‌اندیشی در برابر چنین تبهکاری مرگباری که دیوان اون رو به وجود آوردن، جم پناهگاهی ساخت و آن را ورجم کرد. در واقع تمام گونه های گیاهی رو، جانوران رو در واقع و مردمان رو اونجا جمع کرد تا از سرما در اون پناهگاه، در پناهگاه جم، در واقع جام جم به جمشید ارتباط داره، در اونجا جم میکنه و اونا رو پناه میده. صدا خیلی ضعیف است، پوزش میخوام، نمیدونم چرا اینطوری است، تلاش میکنم یه مقداری بلندتر صحبت بکنم. و در واقع این یک گزارشی هست در اوستا از اون حرکتی که جمشید شاه انجام میده و در واقع این زمستان سرد رو، مردمان رو از این زمستان سرد نجات میده. پس جمشید چنان کرد و زمستان سخت فرا رسید. 300 سال مردم به جم لابه می کردن که مردم و جانوران در واقع افسون شدن، اینها شروع کردن پرورش پیدا کردن، جفتگیری کردن، زیاد شدن، ازدیاد پیدا کردن و در واقع جمشید به بالای کوه ور میره و با گفتن واژه سپندارمس سه بار چوب دست خودش رو به زمین میکوبه و فراز رو و فراخ
شو پس زمین در سه نوبت فراخ میگرده. خیلی جالبه که این داستانهای اسطوره‌ای یا این داستانهای پیشدادیان ما چقدر در این مذاهب سامی هم به گونه‌ای پیدا میشه، دیده میشه. اینها مسائل جالبی هست. یکی از مسائلی که در واقع ما ایرانیان میبایست از تاریخ و فرهنگ خودمون آگاهی کامل داشته باشیم زمانی که این اتفاق بیفته برای تک تک اعضای جامعه و ایرانیان، این چنین هستش که میتونیم پی ببریم که چقدر در واقع فرهنگ های دیگه یا مردمان دیگه از فرهنگ ما، از در واقع اون سیر تکامل و زندگی ما وام گرفتن. پس از پایان سرما و یخبندان و بازگشت زیوندگان از ورجم به زمین، زندگی دوباره و رونق دوباره میگیره و زمین پر میشه از مردمان نیکو سرشت. کشتزارها سرسبز میشن و مردم ها شروع میکنن به شادی. در واقع مرگ و بیماری و تباهی و سیاهی از این سرزمین دور میشه، در واقع اهریمن از این سرزمین دور میشه. با نابودی اهریمن بار دیگر شادمانی و خرمی به سرزمین آریاییان باز میگرده و چنین هستش که جمشید این در واقع روز رو، اون بازگشت در واقع شادی و اون سرسبزی رو جشن میگیره و باده نوشی میکنه و این روز به یادگار تا امروز به نام نوروز یا نور روز نو، روز شادی و شادآفرینی، روز سرسبزی در واقع پایدار میمونه و ما تا امروز اون رو جشن میگیریم. این داستانی هستش که در واقع در شاهنامه و در اوستا از اون یاد شده و داستان نوروز هست. فردوسی بزرگ میفرماید همه سال بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. این در واقع همون فرهنگ ایران شهری ما، آریایی ما، ما ایرانیان است که امروز میبینیم که در این تلاطمی که در تاریخ به وجود اومده برای ما، برای اون حیات زندگانی ما، جان وجودی ما، این فرهنگ میاد و در واقع به داد ما میرسه و ما رو از این کور راهی که درش گرفتار شدیم یا برای ما فراهم کردن برای جامعه ما، میتونیم رهایی پیدا بکنیم. فرهنگ ما، تاریخ ما به مانند اون فانوس راهی میمونه که در واقع ما رو از این دریای پرتلاطم طوفانی نجات خواهد داد. بنابراین خیلی با ارزش هستش که تک تک ما ایرانی ها در حد امکانمون، توانمون از فرهنگ خودمون آگاهی داشته باشیم و شالوده اون رو میتونیم در شاهنامه در واقع به دست بیاریم. این موضوع بسیار حائز اهمیته. اون چیزی که ما به عنوان تاریخ و فرهنگ ایران شهری ازش یاد میکنیم، بخشی در اوستا، بخشی در شاهنامه، در متون پهلوی، میتونیم اینا رو پیدا بکنیم. جشن نوروز در واقع در گوشه کناره های مختلف ایران به گونه های مختلفی برگزار میشه. این در واقع پایه اصلیش همون روز نو هستش به یاد جمشید شاه و این داستانی که براتون تعریف کردم. اما بر مبنای اون رسم و رسوم محلی، اون پهنی سرزمین ایران زمین با اون گسترش، خیلی در واقع جای جای این سرزمین، مردمانی که زندگی میکردن هر کدوم یک رسم و آیین خاص محلی خودشون داشتن و این تا امروز هم
زنده هستش، یکی از ویژگی های در واقع فرهنگی ما همین رنگارنگ بودن ما هست و این همون قدرت فرهنگی ایران شهری هستش که ما رو از فراز و نشیب های تاریخی به سلامت تا به امروز گذرونده. امیدوار هستیم که مردمان امروز هم با تکیه بر فرهنگ ایرانی خودشون بتونن از این پیچ تاریخی هم به سلامت بگذرن. در قدیم همطوری که میدونید ماها 30 روزه بوده و 5 روز آخر در واقع وقتی ماها 30 روزه بوده همیشه در اون 365 روز 5 روز اینها کم می آوردن در اون گاه شمار باستانی و 5 روز آخر رو اون رو در واقع به نام پنجه مردمان جشن می گرفتن در سرزمین آریایی، آتش روشن می کردن. چهارشنبه سوری در واقع ما که چیزی به اسم چهارشنبه نداشتیم که اون در واقع آتش که روشن می کردن در بالای بام ها از اون فرورهای در گذشته یاد می کردن. این موضوع در جشن فروردینگا 19 فروردین هم تکرار میشه و مردمان آتش روشن میکنن و به یاد فروهرهای گذشته در واقع جشن و پایکوبی میکنن و یاد اونها رو زنده نگه میدارن. در این پنجه 5 روز آخر سال مردمان آتش روشن میکردن و در واقع به این باور بودن که فروهرها میان و به سمت اونها و یک در واقع یادی رو از در واقع فروهر در گذشتگان انجام میدادن و این 5 روز رو به شادی میگذروندن که به نام پنجه یا پنجک معروف هستش و اون چیزی که پنجه‌ای که شما در باز آیین‌های مختلف میبینید از همین پنجه خودمون میاد. این پنجه که شما میبینید خیلی جالب هستش. ما یک در واقع آیین دیگه ای داشتیم به اسم میر نوروزی، از جمله آیین های این جشن 5 روزه بوده، روزهای سال و ماه این که براتون گفتم و اون در واقع حکمرانان در این 5 روز شادی و جشن و سرور رو برای مردم فراهم میکردن. خان نوروزی داشتیم که همون هفت سین هستش. عزیزان این مسائلی که درباره هفت سین عنوان میکنن مشخصا اشخاص و گروه هایی که تاب دیدن فرهنگ ما را ندارن با بهانه های مختلفی هر ساله میان و یک سالی از چه میدونم ماهی قرمز ایراد میگیرن، یک سالی به بهانه مسائل طبیعی از سبزه نوروزی ایراد میگیرن و بسیاری از مسائل دیگه. اینا در واقع با ژست های مختلف میخوان به گونه ای این مسائل فرهنگی ما رو از بین ببرن. وارد این بازی ها نشید، این دسیسه ها رو پشت سر بگذارید و با اجرای آیین های سنتی خودمون، باستانی خودمون جشن ها رو زنده نگه بداریم. سبزه در واقع نشانه شادی و طراوت طبیعت هستش که به روی سفره اون خان نوروزی وجود داره یا اون سفره هفت سین آتشدان میگذاشتن، کتاب مقدس میذاشتن. امروز شما میتونید از شاهنامه استفاده بکنید، مطمئنم که همتون استفاده کردید، یا از کتاب‌های نامداران ایرانی، خیلی از حافظ استفاده میکنن. خیلی بهتره که ما از اون وجود ایرانیت خودمون استفاده بکنیم که بخوایم در واقع مسائل بیگانه رو بیایم و اون رو ترویج بدیم.
این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش، به مانند همین امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم به نام روز پدر ازش یاد میکنن. ما با بزرگانی که داریم به مانند زرتشت بزرگ و کوروش بزرگ و فردوسی بزرگ و رضا شاه بزرگ و دیگر نامداران ایرانی میتونیم یک روزی رو انتخاب بکنیم. امیدوارم که در آینده حتما این اتفاق خواهد افتاد بعد از آزادی ایران که از نامداران راستین ایرانی خودمون میتونیم یک روزی رو به عنوان روز پدر انتخاب بکنیم و نیازی نداریم که از اسطوره‌ها و سمبول‌های بیگانه استفاده بکنیم. به عنوان یک ایرانی واقعا میبایست از ایرانیت خودمون بتونیم بهترین بهره رو ببریم. کوزه آب هستش که در واقع اینا رسم و رسوماتی هستش که در واقع در قدیم اجرا می‌شده در جای جای این بخش‌های مختلف این عرصه پهناور ایران زمین که هر کدومش ویژگی خودش رو داشته، زیبایی‌های خودش رو داشته. من نمی‌خوام این صحبتم خیلی طولانی بشه به خاطر اینکه هدف اصلی این بود که بیام با شما یک گپ و گفتگویی داشته باشم، یک شادباش نوروزی رو از طرف جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی به همه شما عزیزان هممیهنان در واقع گفته باشم. و اگر اینجا پرسشی داشتید میتونید مطرح بکنید در کامنت ها و من در حد توانم هم پاسخ بدم. بیشتر یک در واقع موضوع خودمونی هستش، یک گپ و گفتگوی خودمونی هستش امروز. پس فردا هم که در واقع دوشنبه 13 بعد بدر هستش، روز زیست بوم، روز طبیعت، دوست دارم که واقعا هممیهنان زمانی که بیرون میرن، سالیان چندین ساله که واقعا رعایت میکنن هممیهنانمون، زمانی که میرن کبابی درست میکنن، آشی میخورن، سفره پهن میکنن در طبیعت، در واقع اون پیمان میبندن دوباره با طبیعت که از اون نگهداری بکنن، نگاهبانش باشن. پس از اینکه شادی خودشون رو، روز خودشون رو گذروندن، اگر زباله‌ای ریخته شده باشه اونها رو جمع میکنن، در یک ساکی پلاستیکی کیسه ای میریزن و اونو در جایگاه ویژه خودش قرار میدن و اینطوری ما میتونیم در واقع از زیست بوممونم نگهداری بکنیم. این موضوع بسیار حائز اهمیت. امیدوارم که همه عزیزان این مسائل رو رعایت بکنن. در واقع ما میدونیم که امروز با شرایطی که جمهوری اشغالگر اسلامی به وجود آورده و به صورت عمد داره زیست بوم ما رو نابود میکنه و با نابودی زیست بوم ما مشخصا کشور ما نابود خواهد شد، مردمان، ملت بزرگ ایران میبایست دست در دست هم بتونن در واقع از این مشکلات بگذرن و زیست بوم رو در واقع پاسداری بکنن، حفظ بکنن، نگهبانی بکنن. درود به همه شما عزیزانی که الان به جمع پیوستید، سپاسگزار میشم که این برنامه رو پخش بکنید. یک گپ و گفتگوی نوروزی دوستانه هستش، یه مقداری با تأخیر با دیر کرد که پوزش میخوایم ازتون که زودتر نتونستیم در خدمتتون باشیم، گفتیم که یک گپ و گفتگوی بزنیم. نوروز رو از طرف جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی به همه شما شاد باش بگیم و براتون بهترین ها رو آرزو بکنید. 13 بدر رسوم خاص خودش رو داشته، چمن گره می زدن که در واقع اون آرزوهاشون برآورده بشه. بعد دیگه مردمان دور هم جمع میشن، با شادی جشنی رو برگزار میکنن به خاطر اون بازگشت خرمی و شادابی طبیعت. حالا عزیزان
میگم من نمیخوایم برنامه زیاد به درازا کشته بشه، فقط یک گپ و گفتگوی کوتاه و مختصر و مفید با همه از شما عزیزان پس از چند هفته ای میخواستم داشته باشم. به هر روی عزیزان، امیدوار هستم که هنگامی شاد و زیبایی رو داشته باشید. عزیزان فراموش نکنید که شادی و شادزیستی که در واقع اون ویژگی ارزنده فرهنگ ایرانی خودمون هست، میتونه در مقابل تهجر و ظلم و ستم و شیون و زائری جمهوری اشغالگر اسلامی پیروز باشه. این کنتراست ها هستش، این تضاد هستش که میتونه ما رو به پیروزی برسونه. برگزاری جشن ها این تضادی هستش که اون ضدیتی هستش که ما نسبت به جمهوری اشغالگر اسلامی نشون میدیم. فراموش نکنید که آیین های ما، تاریخ و فرهنگ ما، اون چیزی که جمهوری ضحاک در واقع باهاش شدیداً مخالف هست و ازش وحشت داره و تلاش میکنه به گونه های مختلف، بهانه های مختلف اون رو از بین ببره، این ابزار بسیار قدرتمندی هستش که نخست میتونه تمام مردمان این سرزمین رو روی یک محور مشترکی جمع بکنه، با هم دیگه اینها رو همازور بکنه و سپس مردمان، ملت بزرگ ایران میتونن با یک خاطر آسوده بیان و اون رو انجام بدن و انجام این آیین های در واقع باستانی خودش یک نی بزرگ به اشغالگران، به رژیم ضحاک در ایران هستش. عزیزان فراموش نکنید که در دوران حساسی رو، زمانی حساسی رو، هنگامه حساسی رو داریم پشت سر میگذاریم. گپ و گفتگوی کوتاه من بیشتر درباره شادی و شادزیستی نوروز و سیزده بدر بودش، اما خاطر نشان میکنم که در این هنگامه حساس عزیزان تلاش کنیم که با ترویج جشن های ملی که ما هر ماه یک جشن بزرگی رو داریم و تشویق مردم برای انجام اون محور مشترک رو جامعه بتونیم به وجود بیاریم تا این مردمان بتونن با کمترین در واقع استرس، نگرانی بیان در بیرون و اون رو به اجرا بگذارن. زمانی که مردم، جامعه بیاد بیرون، جرأت کنه بیاد بیرون برای یک حرکتی، اونجا هستش که تصمیم در واقع روند ادامه اون حرکت به عهده خود جامعه هستش. دقت فرمودید؟ و مشخصا زمانی که مردمان جمع میشن، یک جمعی به وجود میاد، جمعیتی به وجود میاد، اعتماد به نفس به وجود میاد. دقت فرمودید؟ و این نیزه ترس به سمت جمهوری اشغالگر اسلامی روانه خواهد شد. بنابراین ما در جنبش به این باور هستیم، پس از سالهای دراز که روی مسائل کار کردیم و این جشن‌ها رو به مردم معرفی کردیم به عنوان یک ابزاری برای نافرمانی مدنی، بر این باور هستیم که بجز این هیچ راهکار دیگه‌ای وجود نداره که مردمان بیان در یک روز مشخص در سر تا سر ایران به خیابون‌ها برای یک حرکت سمبولیک که از دل تاریخ و فرهنگ خودمون بیرون میاد و اون رو در واقع در مقابل حکومت ضحاک قرار بدن. دقت فرمودی؟ این اهمیت جشن‌های ملی هست. این موضوع رو جدی بگیرید، جشن‌های ماهانه رو جدی بگیرید. ما گمان نمی‌کنیم که بجز این ابزار دیگه وجود داشته باشه، راهکار دیگه وجود داشته باشه برای اون تضاد، برای اون مخالفت با رژیم ضحاک. بنابراین از تمام شما، تک تک شما عزیزان، این تقاضا رو داریم، این انتظار رو داریم که هر ماه بر مبنای اون گاه شمار جشن‌های ملی که روی تارنمای جنبش میتونید پیدا بکنید، اون رو دانلود بکنید، ذخیره بکنید و
بر مبنای تاریخهایی که اونجا وجود داره مردم رو تشویق بکنید برای برگزاری جشنهای ملی، و شیوع این موضوع باعث میشه که اون تحولی که میبایست در جامعه به وجود بیاد و ادامه اون میتونه ما رو به خوشبختی و به اون سرمنزل مقصودمون برسونه عزیزم. به هر روی نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم عزیزان، امیدوارم که روزگار شادی رو پشت سر گذرونده باشید از نخستین روز شادابی و بازگشت زیست بوم، طبیعت، شکوفه ها، زیبایی طبیعت، عطر و بوی در واقع زندگی رو حس کرده باشید در این سال 2577 که بیشتر از اون، هزارها بیشتر از اون خاطرات تاریخ رو به دوش خودش کشته تا به امروز به ما رسونده. در هر کجایی که هستید عزیزان بهترین ها رو براتون آرزو دارم. شاد و سرفراز باشید، فراموش نکنید که با شادی به نبرد با تهجر بروید. شادی یکی از بزرگترین ابزارهایی هست، قدرتمندترین ابزاری هستش که در دست ماست، که از دل تاریخ و فرهنگ خودمون بیرون میاد، که میتونیم اون رو به مانند گرزی بر سر ضحاک زمانه بکوبیم عزیزان. امیدوارم که سال 2577 سال آزادی، سال پیروزی مردمان ایران زمین در این خاک اهورایی باشه، و امیدوارم که بتونیم دست در دست هم با یک همازوری، با همدلی، با همگامی شرایطی رو فراهم بکنیم که از این بنبست تاریخی رهایی پیدا بکنیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر کجا که هستید شاد و سرفراز باشید. پاینده ایران.